مردم ها آمدن بعد از این همه گرفتاری ها و مبارزات اینا، اعتماد کردن به یک آدمی که در واقع جوهره استبداد بود، آقای آیت الله خمینی. اساسا ذات استبداد بود، مجسم بود در شکل یک آخوند، از زمینه آمده بود که جز استبداد چیزی بلد نبود. این زمینه اسلام و قرآن و عرض میکنم الله و اینها جز استبداد چیز دیگری نیست. شما یک ذره المثقالی اختیار درش پیدا بکنید، من حرفام پس میگیرم. همش تکلیفه، همش زوره، همش تحمیله، همش نفیه، همش انکاره. این آمده اونجا بعد میگوید که حالا میخوایم به شما مردم خوب که به ما کمک کردید و بیرون آمدید، میخوایم مزد بدیم، میخوام طریقه جدید ارائه کنیم، شما را خوشبخت کنیم، زندگی زمینی شما را مرتب کنیم، زمینی معنوی شما را به خوشبختی برسانیم، آب را مجانی میکنیم. از این حرفا که هزارون بار گفته شده و اینا، این آدم جوهره استبداد و ستمگری بود و ما بهش کمک کردیم. ما مظلوم کشان ظالم پرور بوده ایم در بسیاری مواقع تاریخ. این مظلومان رو چه کسانی کشتن در این زندان ها؟ ما ایرانی ها کشتیم. من نشنیدم روسی آمده باشه در زندان بچه های ایرانی رو تیرباران کرده باشه یا آمریکایی. اعتماد کردیم به این خمینی، شروع کرد به قتل عام دولتیان سابق. خب هر دولتی بیاد یه عده براش کار میکنه. آقا قتل ند لازم نداره، به چه مجوزی شما میکشید افسر ایرانی رو؟ به چه مجوزی میکنید؟ یک کسی نمید از این بپرسه. کف هم میزدیم ما، کف میزدن، تشویق میکردن که ای امام بیشتر خون لازم داریم ما. شما بیاد دارید، منم بیاد دارم. بعدم اینم حکومتیست که ساخته. حالا شگفتی در کجاست؟ شگفتی در اینجاست که انتخابات یعنی زمانی که قانون پیشبینی کرده است برای تمام شدن دولتی و زمان فرارسیدن استخدام کارمندان جدید که نوکران مستخدمان ملت هستند، حالا خودشون رو معرفی میکنن، میخوان لیاقتهای خود رو به این ارباب نشان بدن. ارباب کیست؟ ارباب مردم در خونه ها نشستن نگاه میکنن. چون این دولت به سرمایه ملت است که برپاست، نگاه میکنن. به چه چیز نگاه میکنن؟ به شخصیت ها، به توابقشون، به پروگرام هایی که دارن ارائه میکنن. و این امید همواره در دموکراسی هست که آینده بهتر از گذشته خواهد بود. در آمریکا این ضرب المثل است که the best is yet to come، یعنی هنوز بهترین ها نیامده. بهترین ها در حال آمدنه. ما او رو می آوریم. ما آدم های تازه، آدم های جدید. مردم نگاه میکن. ما چون امید به آینده نداریم، فرهنگ شرقی، چون همواره با توسری و کتک و بدبختی و استبداد و شکنجه و غارت و بیچارگی تو هم بوده، همیشه گمان میکنیم بهترین ها در گذشته ها بوده. یادش بخیر چه مردانی بودن. اینا میگن نه، رجال بزرگ هنوز نیامدن، زنان بزرگ، مردان بزرگ. چون داره امید است. دموکراسی بزرگترین جلوهش در واقع و اثر روانیش امید به آینده است. آدمیزاد زیر سیطر استبداد هیچ امیدی به آینده نداره، همیشه غمگین، همیشه دیپرس، ناراحت، بی امید، بدبین شروع میکنه بعد بیمار شدن. این آدمایی که زیر سیطره استبدادن، عقل سلیم پیدا میشه خیلی کم، همش در فکر توته. حتما یه کاسه زیر نیم کاسه هست، حتما یه چیزی هست، حتما این نیست که ما میبینیم، پشتش یه چیزی هست. وقتی آدم پیدا میشه میگه من میام تنبک میزنم، آخوند غیب میکنه، باور میکنه این پشت این خودش نیست، CIA داره اینو حقا رو میخواد بیاره ما رو نجات بده. ما کی هستیم؟ یه حقا میخواد ما رو نجات بده. یادتون هست حقا خیلی کار بزرگی کرد. این حقا یک معرفی خوبی از روانشناسی ما کرد در قرن 21. من تنبک میزنم، آخوند غیب میشه. تنبک زنان از فرودگاه میریم میدان آزادی، آش میپختیم برای حقا دعا
حالا چگونه با تنبک آخوند قیب میشه، اینو من نفهمیدم، کسی بهش فکر نکرده به این یکیش. یکیسی گفته بود آقا آدم سرشو به زنش نمیگه، این زنا عقلشون کمه، مولا علی هم فرموده زنا عقلشون کمه، به کرات و مرات در نهج البلاغه و قرآن آمده زن عقلش کمه. آقا نگید، چیکار میخوام بگم؟ میخوام یه آسیا درست کنم. یک جای محل کردن در یه بیابانی که آسیا بسازن، بعد به مردم اطلاع بدن اینا گندما و جوهاشون بیارن اینا آسیا کنن پول در بیارن، ولی به شرطی کسی به زنش نگه. باشه، یک کسی نتونست طاقت بیاره، زنش گفت ما میخوام یه آسیاب درست کنیم. آسیاب گفت چه آسیاب؟ آب میاد تو تنوره. گفت اونجا آب هم هست. گفت ای دل غافل، اینو یادمون رفته بود. این یکیشو فکر کرده بودیم ما. حالا حقا چگونه میخواد به تنبک بزنه غیب بشه این معلوم نیست، اما آدم استبدادی به همه چیز ممکنه که متشبث بشه، آدم غریق به همه چیز دستشو میگیره.